سلام به شما بینندگان عزیز. تو این ویدیو نشانه های کمبود ویتامین B12 که نباید نادیده گرفته بشه رو میخواییم به شما معرفی کنیم. همچنین سوپرفود هایی که سرشار از ویتامین B12 هستن رو بهتون معرفی میکنیم. قبل از دیدن این ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگولک کنار سابسکرایب رو بزنید و دکمه آل رو بزنید تا از همه ویدیوهای ما با خبر بشید. مورد اول، ضعف. در یه مطالعه که روی موارد شدید کمبود ویتامین B12 صورت گرفت، معلوم شد کمبود ویتامین B12 میتونه سبب ضعف بشه و مشکلات تعادلی و سرگیجه ایجاد کنه. 2. خستگی. احساس خستگی میکنید؟ ویتامین B12 برای انرژی و حوازی در بدن مهمه. اگه سطح این ویتامین در بدن کافی نباشه، بدن ما اکسیژن و انرژی کافی و لازم رو دریافت نمی کنه. احساس سبکی در سر نیز علائمیه که نشون میده ویتامین B12 بدن کمه. 3. زردی. زردی یا عرقان به زرد شدن پوست یا سفید شدن چشم ها گفته میشه که میتونه نشان دهنده مشکلات جدی در سلامتی باشه. 4. گزگز شدن و بی‌حسی دست و پاها. از دست دادن احساس در دست و پاها همراه با احساس گزگز سوزن شدن میتونه علامت کمبود ویتامین B12 باشه. از پزشکان بخواید با آزمایش خون علت این حالات رو بررسی کنن. 5. درد مفاصل. مفصل درد شدید که ناشی از آسیب یا التهاب مزمن نیست، مثل آرتریت، میتونه زنگ هشدار باشه. همچنین ریفلاکس های تون معمولا در افرادی که کمبود ویتامین B12 دارن دیده میشه. 6. ضربان قلب تند یا نفس زدن. تنگی نفس، تپش قلب و بالا بودن ضربان قلب همگی میتونن با کمبود ویتامین B12 مرتبط باشن. اگه شک دارید، آزمایش خون بدید. 7. تورم زبان. برخی از افراد که کمبود ویتامین B12 دارن دچار التهاب و تورم در زبان میشن. دیگر علائم مرتبط با دهان میتونه شامل صاف شدن سطح زبان و کاهش حس چشایی باشه. 8. لرزش در دست و پا. کمبود ویتامین B12 میتونه منجر به تخریب نخاع، اعصاب نوری، بافت مغزی و اعصاب محیطی بشه که در موارد بحرانی و شدید منجر به پوسیدگی اعصاب نخاع نیز میشه. اگه کمبود این ویتامین و علائم بی‌حسی تشدید شد، فرد احساس لرزش در اندام مختلف مخصوصاً در دست و پا میکنه که منجر به عدم تعادل در راه رفتن و نگهداری از اشیا با دست میشه. 9. یبوست، از بین رفتن اشتها، گاز معده. دلایل مختلفی وجود داره که میتونه باعث مشکلات گوارشی مثل یبوست یا گاز معده بشه و کمبود ویتامین B12 یکی از تاثیرگذارترین اونهاست. عدم توجه به کمبود ویتامین B12 در بدن میتونه منجر به یبوست مزمن، ناراحتی معده، گاز، اسهال و از دست دادن اشتها بشه. مقادیر کم ویتامین بر عملکرد طبیعی دستگاه گوارش تاثیر میذاره. بیمار برای برگردوندن سطوح طبیعی ویتامین B12 و رهایی از یبوست بهتره یه مکمل ویتامین B12 مصرف کنه. 10. از دست دادن بینه ای. کمبود ویتامین B12 در بدن میتونه منجر به بیماری نوروپاتی نوری و کاهش بینایی بشه. زیرا ویتامین B12 نقش مهمی در عملکرد اعصاب و سیستم عصبی داره. این عارضه در بین افرادی که از سوء تغذیه رنج میبرن یا افرادی که محصولات حیوانی مصرف نمیکنن بیشتر دیده میشه. تحقیقات اخیر نشون داده که ترکیب ویتامین E و ویتامین B12 باعث بهبود میدان بینایی و حساسیت شبکیه در بیماران مبتلا به گلوکوم میشه. اما بهترین راه برای درمان این عارضه تغییر رژیم غذاییه. زیرا طبق تحقیقات اخیر مصرف بیش از حد مکمل‌های غذایی به خصوص B12 باعث کاهش شفافیت در دید میشه. 11. افسردگی، تغییرات رفتاری. طبیعیه که کمبود برخی از ویتامین‌های حیاتی میتونه منجر به افسردگی و تغییرات رفتاری بشه و ویتامین B12 از این قاعده مستثنا نیست. ویتامین B12 تاثیر قوی بر تولید سروتونین در مغز میذاره و سروتونین به تنظیم روحیه فردی بسیار کمک میکنه.
اگه میزان ویتامین B12 کم باشه، به پزشک مراجعه کنید تا با مصرف مکمل‌های B12 میتونه روحیه شما رو به میزان قابل توجهی بهبود ببخشه. سوالی که پیش میاد اینه که چه کسایی بیشتر در معرض کمبود ویتامین B12 قرار میگیرن؟ کسایی که برای دیابت متفورمین مصرف میکنن، افرادی که رژیم‌های سخت گیاهخواری رو دنبال میکنن، بیمارانی که مدت طولانی از داروهای ضد انعقاد خون یا داروهایی که برای سوزش سر دل تجویز میشه استفاده میکنن و کسایی که طی جراحی بخشی از روده‌ای که وظیفه جذب ویتامین B12 رو داره از دست دادن. حالا سوپرفودهایی که سرشار از ویتامین B12 هستش رو میخوایم به شما معرفی کنیم. مورد اول، غلات. اگه به دنبال مواد غذایی حاوی ویتامین B12 هستید، مصرف غلات رو جدی بگیرید. نان و برنج که صبحانه و نهار میل میکنید به سهولت فرایند هضم کمک میکنن، چون نیازی به تجزیه ندارن. علاوه بر سلامت بدن، غلات نیز به کاهش وزن هم کمک میکنه. در نتیجه غلات رو در رژیم غذایی خودتون به عنوان منبع غنی ویتامین B12 بگنجونید. 2. قارچ. حتما گیاهخواران قارچ رو به عنوان منابع غذایی گیاهی مصرف کنن. تامین ویتامین B12 از مشتقات گیاهان تقریبا غیر ممکنه و بیشتر غذاهای گیاهی ویتامین B12 پایینی دارن. بسیار مهمه بدونید قارچ مقدار توصیه شده ویتامین B12 رو تامین نمی‌کنه. مورد بعدی، غذاهای دریایی. غذاهای دریایی منبعی از ویتامین B12 هستند. بهترین نوع غذایی که میشه به راحتی در رژیم غذاییتون گنجون عبارتند از سالمون، قزل‌آلا، ساردین و ماهی تون که انواع مختلفی از ماهی‌ها هستند. مورد بعدی، شیر. شما به راحتی با گنجوندن شیر به وعده صبحانه میتونید مقدار مورد نیاز ویتامین B12 رو تامین کنید و همچنین استخوان‌ها رو تقویت کنید. مورد بعدی، خاویار. خاویار ماهی یکی از منابع تامین ویتامین B12 هستش که خیلی بیشتر از تخم مرغ و شیر در تامین نیاز بدن مؤثره. مورد بعدی، گوشت بره. گوشت بره به دلایل تب گرمی که داره برای بیشتر افراد توصیه میشه. علاوه بر این مصرف اون حدود 60% از نیاز بدن رو تامین میکنه. مورد بعدی، تخم مرغ. علاوه بر زرده تخم مرغ، تخم قاز، اردک حاوی مقدار قابل توجهی ویتامین B12 است. مورد بعدی، پنیر. پنیر هم به عنوان یکی از مشتقات حیوانی حاوی ویتامین B12 هستش، اگرچه همه انواع پنیرها اینطور نیستند، ولی پنیر سوئیسی، پارمزان، موزارلا و فتا حاوی ویتامین های B12 هستند. سوالی که پیش میاد اینه که محصولات لبنی چقدر میتونن برای تامین ویتامین B12 مؤثر باشن؟ یکی از بهترین روش ها برای تامین مقدار مورد نیاز ویتامین B12 در بدن مصرف محصولات لبنیه. میتونید مقداری ماست رو با غذای گیاهی به نهار اضافه کنید. یک تکه پنیر رو به عنوان یه میان بعدی شبانه، یه لیوان شیر در وسط روز، تخم مرغ آبپز، تخم مرغ نیمرو غیره بخورید. بنابراین باید محصولات لبنی رو به رژیم غذایی گیاهخواریتون به عنوان بهترین منبع ویتامین B12 بگنجونید. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. تا ویدیوی بعدی، شب و روزتون خوش و خدایا رو نگهدارتون.